در رابطه با ماه شریف رمضان یک مسئله دیگر را ذکر می نمایم که بعد از آن آمادگی به مراسم حج آغاز می گردد. به نظر چنین می رسد که ایده از مردم مسلمانان ما تا هنوز به حکمت های اصلی اسلام و رکن های آن درست صرفم نرفتند. چنانکه بارها گفتم بعضی هموطنان ما زیارت را به تجارت تبدیل داده چندین بار به حج می روند. در حالی که می توانند مبلغ حجی تکراری را برای کمک به خویش و تبار محتاجشان، تعمیر راه دهه خود یا بنیاد مکتبی که فرزندان و نبیره‌هایشان در آن با شرایط بهتر تحصیل خواهند کرد صرف کنند. اینش هم یک طرف، خانه و در خود را، کاشانه خود را تعمیر و ترمیم کنند، در نایه فرخار نشان دادن یک نوار را، ممکن شما هم دیده باشید، زن و شوهری که نه آنقدر خانه های کلبه های دارند به حج رفتند، 200 متر از دروازه بیرون پاهنداز پرتافتند. آیا این گفته های خداوند است یا پیغمبر اسلام؟ خانه و در احوال می بینید؟ این چی است؟ هر فردی که حج خانه خدا زیارت کرد آن برای خودش می کند، توبه و ندامت را برای خودش می کند، طلب هم برای خودش می کند. علی فرزندش چی می شود؟ چی تغییر می آورد؟ یا که از دیگر طبقه اهالی اون دیه خود را بالا می داند. در دنیا 1.5 میلیارد مسلمان است و نزدیکی من اشاره کردم 1.5 میلیارد، 1.5 میلیارد مسلمان پدر و باباهای ما حج نرفتند، گذشتند. چی؟ آنها مسلمان نبودند. این همه حج زیارت کردند، می دانید در اونجا چنین شرایط نیست. چی؟ آنها مسلمان نیستند. بعضی شخصان عالی همت و دوراندیش تا امروز علکی چنین کردند، مکتب ها ساختند، راه دیهشان را تعمیر کردند، مرکزی سلامتی و بنگاه های طبی بنیاد نمودند و تصور کنید که چقدر ثوابی بزرگ گرفتند. دعای خیر این عملشان صد ساله ها به خودشان هم در زندگی و هم بعدی سرشان، اینچنین به ارواح پدر و مادرشان می رسند.